سلام دوباره برادر خواهرای عزیز، مهمونای عزیز در این کلیسا و همینطورم جلوی یا موبایل یا تلویزیون. همینطور که اینجا نوشته شده عنوان موعظه شراکتی دوستانه، ما برای دوستی با خدا آفریده شده ایم. میدونستین؟ زمانی که خداوند در پیدایش میبینیم که آدم و حوا رو خلق کرد، اونجا کلام خدا میگه که و آواز خداوند خدا رو شنیدم که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ میخرامید. و بعد از این، یعنی با آدم و حوا اونجا یک ملاقاتی داشت، با هم راه میرفتن. و بعد از این میگه که بعد از اینکه آدم رو خلق کرد و آدم تنها بود، هیچ معاونی نبود، اونجا خداوند گفته که خوب نیست که آدم تنها باشه، پس برای ایشان معاونی موافق وی بسازیم. و الان در مورد دوستی که امروز میخوام صحبت کنم، در این دنیا یک شرکتی بود، یک شرکت انگلیسی بود که تحقیق را در مورد تنهایی انجام دادند، که الان دنیایی که اونقدر پیشرفت کرده که وضع اصلا دنیا، وضع اصلا انسان چطوره، و اونجا واقعا به یه جای رسیدن که و این با نسلی از افراد بین 18 تا 40 سال این کارو کردن و متوجه شدن تقریبا 70-80% افرادی که در این دنیا زندگی میکنن احساس تنهایی میکنن، حتی دوستایی دارن، فقط این احساس تنهایی میکنن. و هر چقدر هم میبینیم که دنیا پیشرفت تر میشه، افراد بیشتر و بیشتر احساس تنهایی میکنن و همه چیز زود گذارونه و دوستای صمیمی، دوستای که واقعا وفادار کنار هم ایستادن خیلی کم وجود داره. و امروز که در این قسمت که فکر کردیم با نسرین، هم همینطور این هفته چند روز پیش بود که در موردش فکر کردیم، گفتیم که یک جلسه داشته باشیم، یه چیز متفاوتی باشه. و امروز فکر میکنم همه شما که وارد کلیسا شدی یک چیزی دریافت کردی. نه؟ همه دارن؟ کی هست که نداره؟ همه دارین، خدا رو شکر. چون بعد از این موعظه کوتاه خواهم کرد، وقت خواهیم گذاشت که در مورد این قسمت‌ها، قسمت دوستی، قسمت همینطور که عنوان موعظه هست، شراکتی دوستانه، در موردش صحبت کنیم. که مخصوصا ما که الان با عیسی مسیح ایمان آوردین، عیسی مسیح در مورد دوستی چه صحبتی میکنه؟ برحال زمانی که خداوند میگه خوب نیست که آدم تنها باشه، ازدواج تنها راه حل نیست که حتما باید ازدواج کنم که از این تنهایی بیرون بیارم. افرادی هم هستن که شاید احساس تنهایی میکنم، میگم زود میخوام ازدواج کنم که بیرون بیام. این راه حل نیست. و زمانی که عیسی مسیح رو نگاه میکنیم، عیسی مسیح بهترین نمونه و بهترین الگویی هست. و در چطور خودش با شاگردان خودش رفتار میکرد، و اینجا میبینیم در مرخوز باب 3 آیه 14 اینجا میگه که و 12 تا شاگرد رو قرار فرمود تا همراه او باشند یا پیش او باشند و تا ایشان رو به جهت واعظ نبودن بفرستد. یعنی همین سرود آخریم که خوندیم، همراهم باش، همراهم باش، و جایی که تو هستی من اونجا میخوام باشم. بعد اینجا کلام خدا میبینید که عیسی مسیح دائما 3 سالونی با شاگردانش اینجا یک ملاقات های صمیمانه دوستی داشت، و همینطور هم خودش هم به شاگردان خودش هم گفت. الان نگاه کنین که این خداست که میگه. الان زمانی که میگه عیسی است، درسته، عیسی از طریق انسان کامل بود، از درون خدا بود. و اینجا میگه، میبینیم که در یوحنا باب 15 آیه 13 تا 15 میگه که عیسی مسیح به شاگردانش میگه که کسی
محبتی بزرگتری از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. نگفته برادران خود، دوستان خود. پس اونجا یک معنی داره. آمین. برادر به هر حال ما میتونیم بگیم باشه برادر من، الان باید شاید اونجا حتما یه کاری انجام بدم. فقط اینجا میگه که محبت بزرگتری وجود نداره که جهت دوستان به دوستان خود بدهد. شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آورید. دیگه شما را بنده نمیخوانم، زیرا که بنده آنچه آغاش میکند نمیداند، لیکن شما را دوست خوانده ام. و جالبش الان اینجاست، زیرا که هرچه از پدر شنیدم به شما بیان کردم. یعنی یه چیزی هست که زمانی که در مورد دوست صحبت میکنه یه چیزی برای خودش مخفی نگه نمیداره، بلکه در صداقت هر چیزی که الان هست به دوست خودش اونجا منتقل میکنه. به این خاطر میگه که من شما رو الان غلام نخواندم بلکه دوست. چقدر زیباست نه؟ که خدا، خود عیسی مسیح که آمد انسان شد و میاد اونجا و میگه که میخوای دوست من باشی؟ چه افتخار بزرگی هست. و اینجا در این چیز، در این دوستی به هر حال شفافیت، صداقت و هیچ رازی، هیچ چیزی مخفی وجود نداره. یعنی اونجا میتونن با همدیگه، یعنی از همدیگه اطلاع دارن و میتونن همه چی رو بدون ترس بیان کنن. خود نویسنده سی اس لوئیس، یه نویسنده خیلی معروفی هست که اینجا در مورد دوستی صحبت میگه که دوستی تاج زندگی و مدرسه فضیلت است. دوستی شادی رو افرایش میدهد و درد و رنج رو به نصف، یعنی کم میرساند. یعنی دوستی باعث میشه که این شادی و افزایش میدهد و در درد و رنج همه چی اونجا میتونیم بر حال نست کنیم. زمانی که اینا فکر میکنم تجربه کردین که زمانی که میایین درد خودت رو به یه دوستی که واقعا میتونه بفهمه، میتونه درگت کنه، زمانی که صحبت میکنی واقعا مثل اینکه این درد نست میشه. اینجا خودش هم در این قسمت اعلام میکنه، زمانی که در مورد در کلیسا در از کتاب مقدس نگاه میکنیم، اینجا میبینیم که همینطور افرادی مثل موسی و همینطور هم مثل آرون، هر دوتا برادر بودن و یک خدمت مأموریت بزرگی داشتن، فقط همزمان هم دوست بودن، هدفی داشتن با هم دیگه و استعدادهای مختلف داشتن، فقط دوست بودن. و همینطور هم نگاه میکنیم یک نمونه واقعا عالی داوود و همینطورم یوناتان که آخر هم در مورد صحبت میکنیم، چه دوستایی بودن. حتی پدر یوناتان که علیه داوود بود که میخواست رو بکشه، حتی پسرش یوناتان اونجا این دوستی رو نگه داشته بود برای داوود. همینطور هم نگاه میکنیم به پولس، همینطور هم تیموتیوس، هم اینجا میبینیم که یه دوستی بود. فقط یک فرزندی نبود که یا یه خادمی نبود، بلکه مثل یه دوست نگاه میکرد. به این خاطر سه چیز که باعث ایجاد دوستی خوب میشود میخواییم نگاه کنیم. اول اینه که ارزش دوستی را، دوستی و شراکت خوب را بشناس. ارزش دوستی و شراکت خوب را بشناس. اینجا متاسفانه اصلا درست اینجا دیده نمیشه. و در مورد این قسمت ها آخر میخواییم وقت بذاریم با هم. این سه تا مورد هایی هست که وقت رو خواهیم گذاشت، با هم مشارکت خواهیم داشت. و امروز دوست دارم همینطور یک تا
تجربه خودمون بکنیم. الان تعدادی هستن که اینجا افرادی هستن که از عضو کلیسا هستن، از افرادی هستن عضو کلیسای دیگه هستن، افرادی مهمونای هستن اینجا آمدیم، همدیگه رو هیچ شناخت از همدیگه نداریم و بعضی وقت افرادی هم هستن که میاد اینجا میان میشینن گوش میکنن و میرن و هیچ کسی اطلاع نداره از ایشان. ولی این فکر میکنم این فکر خدا نیست. خدا هیچ موقع این فکر نمی کنه، این خوشش نمیاد یه کسی بیاد اینجا و هیچ کسی او رو نمیشناسه و خودش میاد اینجا میشنوه و میره، هیچ اطلاعی هم از او نداریم. یا همینطور هم افرادی هم هستن که با هم دیگه خدمت میکنن، یا الان مثلا گروه تکنیک یا با هم خدمت میکنن، فقط از هیچ اطلاعی از هم دیگه ندارن و انتظامات و چیزای بخشای مختلف هستن. فقط اینجا میبینیم که موسی و همینطور هم چیز موسی و همینطور آرون هر دوتا چیزهای مختلف داشتن، خدمتهای مختلف داشتن، مأموریت مختلف داشتن، فقط یه دوستی بودن. و آرزوی ما اینه که همینطور توی کلیسایمون هم کسی اینجا نباشه که بگه که من عضو کلیسا هستم، برادر خواهرای زیادی دارم، فقط دوست ندارم اینجا. کسی نیست که دوست من باشه. اوکی، بعضی وقت هست که من عنوان شبان، نسیم عنوان شبان خواهرها، اونجا میتونیم بیایم، اونجا قلب خودمون میتونیم، اونجا دردهای خودمون میتونیم بگیم، درسته. این چیزهای مهم هست. خداوند به کلیسا ما میتونین شبانان و خادمین رو بخشیده. فقط یه دوستی یه چیز دیگه است. یه دوستی اینه که همینطورم هم با دو نفر سه نفر با هم اینقدر دوست شدین که از همدیگه اطلاع دارین، فکرای همدیگه رو میشناسید، با همدیگه میرین قهوه میخورین، میبرین بیرون پیاده روی میکنین، یا مثال میگم برنامه ریزی میکنین، و اونجاست که بیشتر و بیشتر با همدیگه آشنا میشین، و اونجاست که قلبای خودتون رو باز میکنین نسبت همدیگه، و اون از این تنهایی یا احساس تنهایی بیرون میایین. من فکر نمیکنم خدا میخواد فقط اینجا افرادی باشن، خادم باشن، صبح تا شب خدمت کنن، فقط آخر اینجا تنها بمونن. فقط بعضی وقت سلام علیکم، حال چطوره، خوب هستم، مرسی، خدا رو شکر. و اون موقع هم شاید هم حال من بد باشه و هیچ موقع نمیگه حال من بده. اصلا ما دوست نداریم اینو بشنویم حالش بده. ما دوست داریم همه که میپرسیم زود بگم حالم خوبه که خیالم راحت باشه. نه؟ بعضی وقت اینطوریه. و در مورد آرون و همینطور هم موسی در این قسمت گفتن هر دوتاشون همون هدفی بود که داشتن و همینطور مأموریتی که داشتن از خداوند خیلی بزرگتر میدیدن از زندگی خودشون، به این خاطر میتونستن در این قسمت یک دل باشن و همینطور هم دوست باشن. و به این خاطر دوستان و شراکت خوب امروز هنوزم در این قرن 21 خیلی مهمه. و اینجاست که خدا میخواد امروز هم در قسمت ها با ما صحبت کنه و بهترین، همینطور نوشتم، بهترین دوستی ها زمانی شکل میگیرد که با هم خدمت میکنیم، زمانی که با هم خدمت میکنیم برای یک هدف، برای خداوند خدمت میکنیم، اونجا میتونه یه دوستی به وجود بیاد نسبت به همدیگه، دو نفر سه نفر با هم. دومی قسمت اینه که دوستی ها باید محافظت شود. یعنی دوستی یه چیزی نیست که مثلا بگیم که حالا من دوست منه، بلکه واقعا بعضی وقت هست که اتفاقاتی میفته در این دوستی. همینطور هم که نگاه میکنیم که زمانی که پولس بود که با بارناباس توی یک چیز برای یک هدف رفته بودن برای کار بشارتی و بین خودشون یک اختلافی به وجود آمد. یا بعضی وقت هم دوستی هم اینطوری هم هست که مشکلایی میتونه به وجود بیاد، فقط آخر میبینیم که به آشتی رسیدن. بعضی وقت اتفاقاتی میفته، فقط این حتی مشکلا میتونن حتی باعث بشن که همدیگه رو بیشتر هم بشناسیم، بیشتر هم قبول کنیم. همه ما خواندگی داریم، خواندگی الهی است، اما رابطه و دوستی انسانیه و اونجا میتونه مشکلایی به وجود بیاد و این چیز خوبیه. نمیتونم بگم بده، خوبه که زمانی این قسمت ها میتونیم با ضعف های همدیگه آشنا بشیم. پس زمانی که من تو فکرمون گذاشتم گفتم که نه خدا من واقعا دین هستم که واقعا یک زندگی بکنم که دوستایی داشته باشم که بتونم با او
نه فقط بگیرم بلکه همینطور ببخشم. من فکر میکنم این بهترین زیباترین چیزی است که خدا خوشش میاد. همینطور که گفتم محبت بزرگتری وجود نداره که اگه یک کسی زندگی خود برای دوستش بده. آمین. و زمانی که تو کتاب مقدس هم اتفاقاتی هم افتاده که همه افرادی هستن که اونجا اختلافاتی به وجود بیاد آمده، منظوری نیست که الان خیلی راحت بگم باشه اونجا مشکل داشتن منم الان اینجا مشکلی دارم. نه، یه دوستی واقعا همینطور که گفتم باید محافظت شود، باید نگه دارم، باید ارزشش رو بدونم. و سومین قسمت، وفاداری و شفافیت در دوستی. کسانی که خیانت میکنند یا میکارند، اینطوری بگم خیانت رو درو میکنند، کسانی که وفاداری رو میکارند وفاداری هم درو خواهند کرد. همینطور که عیسی مسیح جا گفته که دیگه شما رو بنده نمیخوانم زیرا که بنده آنچه آقاش میکند نمیداند، لیکن شما را دوست خوانده‌ام زیرا که هرچه از پدر شنیدم به شما بیان میکنم. چیزی مخفی نگه نمیدارم، من وفادار هستم به دوستی خودم و این دوستی واقعا رویش باید کار بشه. یک دوستی که واقعا میتونم بگم یک الگوی عالی برای ما که همون تو داوود و یوناتانه که اینجا ببینید چه دوستی بود. دوباره میخوام متوجه بشیم، شاول پادشاه اسرائیل بود، یوناتان پسرش بود، نخست زاده اسرائیل بود، میتونست یک مقامی به دست بیاره و شاول میخواست داوود رو بکشه و چطور خودش محافظت میکرد چون قلبش با داوود یک شده بود. در اول ساموئل اینجا میگه که و یوناتان با داوود عهد بسته چون که او را مثل جان خود دوست داشته بود. چقدر زیباست نه؟ اگر در کلیسا در بین برادرها و خواهرها این دوستی به وجود بیاد که میگه که چون مثل جان خود را دوست داشته بود. و آیه 7 و یوناتان بار دیگه به سبب محبتی که با او داشت به داوود داشت داوود رو قسم داد زیرا که او رو دوست می داشت چنان که جان خود را دوست می داشت. و زمانی که خود یوناتان توی این جنگ اونجا جنگ اسرائیل بود و اونجا کشته شد، اینجا فریاد داوود بود که ای برادر من یوناتان برای تو دلتنگ شده، برای من بسیار نازنی بودی، محبت تو با من عجیبتر از محبت زنان بود. محبت تو به من عجیبتر از محبت زنان بود. یعنی چه رابطه دوستی داشتن، چطور همدیگر را حمایت می کردن، کمک می کردن. به این خاطر وفاداری، چون خدای ما خدای وفاداری است، وفاداری تو باید باستابی از وفاداری خداوند به خود باشد. همونطور که خداوند وفادار برای توست، همینطور که خداوند عیسی مسیح میگه که من تو رو دوست خواندم، همینطورم وفاداری ما نسبت به همدیگه باید باشه، مخصوصا برای دوستایی که ما یا پیدا میکنیم. وفاداری به او به عنوان وفاداری به یک دیگر است. هر چقدر من به خداوند وفادار باشم، در کلام وفادار باشم، همینطور خودش هم گفته من تو رو دوست خواندم، اگر تو
همینطور احکامی به تو دادم بتونی انجام بدی. و اینجاست که هر چقدر من با خدا وفادار باشم، اتوماتیکم دیگه این وفاداریم نسبت به دوست خودم نشون خواهم داد. و چیزی که خداوند میخواد عزیزان، مثلا در یک زمانی زندگی میکنیم که واقعا دیگه این تکنولوژی، این تمام اینترنت و تمام دیجیتال، همه چی ما رو الان زمانهای وقتهای ما رو دزدیده که نتونیم با هم دیگه مشارکت داشته باشیم. الان فیسبوک، الان جا همون حساب کردن تقریبا هر شخص تقریبا هر روز 6 ساعت، اون زمان بود یعنی چند سال پیش بود، 6 ساعت فیسبوک نگاه میکنه. الان اینستاگرام آمده، اون زیادتر شده. الان بیشتر دوست ما موبایل ماست، دائما جا در هر حال مشغول هستیم. الان چیزی بدی نیست، از این چیزا میتونیم استفاده کنیم برای کار خداوند، برای خدمت خدا. فقط هدف خدا الان در این قسمت، الان با کلیسای ما اینطوری صحبت میکنه که خدا میخواد اینجا دوستایی به وجود بیان، نه فقط برادرهایی. دوستا، چون دوست من انتخاب میکنم، برادر خدا انتخاب کرده، خواهر انتخاب کرده، خدا انتخاب کرده. و اینجاست که میخوایم در این سه مورد میخوایم وقت بذاریم که اول با همدیگه آشنا بشیم. من گروه هایی که درست کردم، گروه های 7 نفره هستن که الان بعد از این موعظه اینجا پخش خواهیم شد، گروه A, B, C, D, F, G. و میتونم بیرونم اونجا چیزم گذاشتیم، میزهایم گذاشتیم، هوا هم خیلی عالیه. من میخوام تقریبا مثل این که بعد از این، نه اینطوری احساس کنی الان توی جلسه هستی، مثل این که الان پیکنیکی. بعد از این هم غذا هم اینجا هست، بعد از این میتونیم بیاین اینجا با هم دیگه غذا رو میکشین، اونجا با هم دیگه غذا میخورین. و از هم دیگه میگین از کجا میایین، شاید مهمونای اینجا هستن که اصلا اطلاع ندارین چطور ایمان آورده. فقط نه فقط الان با هم دیگه آشنا بشیم، بلکه در این قسمت، این 4 تا 3 تا قسمت هایی هست. الان نمیدونم درست میبینی یا نه. ارزش شرکت رو، دوستی رو بشناس، و دوستی ها باید محافظت شوند، و وفاداری و شفافیت در دوستی 3 تا مورد هایی هستن که اول وقت رو بذارین که با هم دیگه آشنا بشین. من مطمئن هستم افرادی هستن که اسمای هم دیگه راستن درست نمیدونین. منظورم این نیست که بشینیم و شهادت بدین چطور ایمان آوردین، نه. اینجا من آلبرت هستم، من الان اینقدر ایمان آوردم، یا من هنوز ایمان ندارم، در حال جستجو هستم و 5 سال تو آلمان هستم. به هر حال هر چیزی که مختصر مفید. و همینطورم شاید هم در این قسمت، شاید امروز خدا هدایت کرده آورده اینجا که واقعا متوجه بشی که شما احساس تنهایی میکنی و میگه که مثلا هیچ کسی رو ندارم، هیچ کسی از من خبر نداره. شاید هم خودت هم کنار کشیدی. خدا امروز میخواد این امکان رو بده که خودت هم باز کنی. یعنی یک ریسکی هست، یک ریسکی هست، اما خدا قلب خودت رو محافظت میکنه. و بعد از اینم جلسه مون اینطوری با یک دعا تمام میکنیم، بعد از این پخش میشین، اونجا مشارکت با هم دارین، میتونین غذا رو بعد از این میکشین، غذایی که آماده هست با هم غذا بخورین. بعد از یک مدتی که الان دوست داری میتونی برین پیکنیک، یک پیکنیک کوچیکی است. کسانی که از طریق یوتیوب به ما نگاه میکنن، فقط این 3 تا مورد رو میتونین، خودتون الان تنها هستی یا افرادی هم هستن که اونجا کنارشون هستین، اونجا میتونین اینجا با هم صحبت کنین، در این 3 مورد فکر کنین. و همینطورم آیا واقعا من یک دوستی دارم؟ و میتونیم همینطور دعا کنیم، خدا من واقعا احتیاج به یک کسی دارم، من تصمیم میگیرم، قدم بردارم، بیام آشنا بشم. آمین. گود. ما الان تقریبا 7 تا گروه هستیم و اینطوری فکر کردم، گفتم که گروه آ، گروه آ کیه؟ دو نفر؟ نه، باید 7 نفر باشن. یا مثلا گروه آ میتونین بیاین اینجا، این صندلی‌ها رو هم میتونین چیز میکنین، گرد میذارین. گروه ب میتونین بیاین اون طرف.
گروه 3 میتونن تو اون سالن چیز برن، چی میگن، راه رست، و بقیه گروه ها میتونن برن بیرون اونجا، اونجا میتونین اونجا بشینین. اگر اونجا میزهای زیاد هم هست میتونین الان گروه آ هم بی هم بتونین برین. فقط مهم اینه که الان گروه آ اینجا جمع بشه، گروه بی اینجا جمع بشه، یا الان دیگه، الان، یعنی من الان دعا میکنم، بعد از اینم دیگه دستای خداوند میسپارم. چی؟ قبل از این میخوایم همینطور هدیه ها رو جمع کنیم، چون بعد از این که دیگه چیز میکنیم برادر نور این کار رو انجام میده، بعد از این آخر من یک دعا میکنم و شروع میکنیم به خدمت کردن. بله عزیزان، جلسه ادامه داره. عزیزان ما در سکوت و احترام با خداوند ادامه میتیم. از جریان موازه متوجه شدیم که ما امروز نه تنها جلسه عبادتی بلکه یک مشارکت مسیحایی با هم داشته باشیم. اما این مشارکت را میخوایم که جزء از جریان موعظه است، ما از جریان موعظه بیرون نیستیم. فقط میخوایم اول یکی دو تا اعلان داشته باشیم خدمت شما که سکتگی در جریان خدمت نکنه و هدایا را هم جمع بکنیم. در این سکوت احترام با هم میباشیم و در آخر دوباره پاسور دعا میکنن و در این مشارکت با هم ادامه میدیم. عزیزان انتظامات شما لطف بکنین هدایا را از آخر جمع بکنین. عزیزان انتظامات شما آماده هستین برای جمع آوری هدایا؟ اوکی. یک عزیزم اخوار فاطمه را از کانون شادی اگر هستن اینجا.